بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: واکنش و اقدام فوری مارشال دوستم و احمد مسعود برای جلوگیری از هجوم طالبان پاکستانی. جزئیات درگیری و کشته شدن نیروهای طالبان در نیمروز. و در ادامه این گزارش، جمع‌آوری خیرات بازار تفنگ توسط طالبان در غور. برای جزئیات بیشترین گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. جبهه مقاومت میگوید که طالبان با انتقال هزاران تروریست به شمال و غرب آخرین ضربه را به همزیستی اقوام وارد میکند. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در واکنش به آنچه وزیرستان سازی شمال افغانستان خوانده، گفته است که طالبان مأموریت خطرناک جابجا سازی تروریستان منطقه‌ای را در شماری از ولایت‌ها از جمله شمال شرق و شمال غرب آغاز کردند. این جبهه در اعلامیه که روز پنجشنبه یک سرطان منتشر شده گفته است که طالبان با انتقال هزاران تروریست مسلح به ولایت‌های شمالی و غربی افغانستان آخرین ضربه را به همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و یکپارچگی کشور وارد می‌کند. جبهه مقاومت افزوده است که ما به منظور جلوگیری از جابجاسازی تروریستان و پایان اشغال، راهی به غیر از تداوم مبارزه و مقاومت در برابر تروریستان داخلی و منطقه‌ای نداریم. این جبهه مدعی شده است که طالبان در قالب یک پیمان ننگین با دولت پاکستان، حلقات معلوم الحال پاکستانی و برخی کشورهای دیگر تلاش می‌کنند تا جغرافیای شمال شرق، شمال و غرب افغانستان را به وزیرستان تبدیل و ایدئولوژیک حوزه تمدنی را تغییر بدهد. با گفته رهبر جبهه مقاومت، این اقدامات طالبان زنگ خطر به کشورهای همسایه و منطقه را به صدا درآورده است. جبهه مقاومت افزوده است که جابجایی تروریست‌ها در خطوط مرزی شمال شرق، شمال و غرب افغانستان بخشی از پروژه بی‌ثبات‌سازی منطقه و برهم زدن نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشورها میباشد. با این حال طالبان میپذیرند که مهاجران وزیرستانی را از جنوب از نزدیکی مرز پاکستان دور کنند و به گفته طالبان بخشی از آنها به شمال افغانستان انتقال داده میشود. در همین رابطه حزب جنبش اسلامی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم در واکنش به جابجایی تروریستان پاکستانی در ولایت‌های شمال افغانستان نوشته است که پس اینها در رسانه‌های اجتماعی معتبر و شبکات اجتماعی خبرهای زیادی مبنی بر اسکان تروریست‌های تتیبی و سایر گروه‌های دهشت‌افغان توسط حاکمیت نامشروع طالبان در شمال افغانستان دست به دست می‌شود. این خبر شدیداً موجب ناراحتی و نگرانی‌های ذهنی هموطنان ما گردیده است. این حزب در ادامه افزود است که بحران موجود که بعد از غصب و انحصار قدرت توسط گروه تروریستی طالبان در افغانستان به اوج خود رسیده است، در نتیجه اعمال سیاست‌های قوم محور و تبعیض‌آمیز به عامل اصلی فروپاشی اقتصادی، فقر و بیکاری، تقابل با همسایه‌ها، رشد افراط‌گرایی و انتقام‌جویی و عدم کنترل بر محاکم صحرایی میان گروه تروریستی تبدیل شده است. این حزب همچنان گفته است که در تلاش توقف روند جابجایی تروریستان در شمال افغانستان است. حزب مارشال عبدالرشید دوستم در ادامه نوشته است که هموطنان غیور، شما که بهترین فرزندانتان را در راه استقلال، آزادی، عدالت، برابری و تأمین حاکمیت ملی مردم سالار و تمامیت ارضی در کشور از دست دادید، تاریخ آن را فراموش نکرده و نخواهد کرد. در حفظ تمام ارزش‌های ملی ما قاطعانه ایستاده ایم و نمیگذاریم گورستان شهدا، اماکن مقدس و ارزش‌های ملی و فرهنگی ما زیر پای تجاوزگران لگدمال شود. باید افزود که جنبش ملی افغانستان در مسئله هجوم بیگانگان به خاک افغانستان به تفاوت ننشسته و برای جلوگیری آن تلاش‌های همه جانبه خود را دارد. یادآوری می‌کنیم که در روزهای پسین گزارش‌های جابجایی تروریستان پاکستانی در ولایت‌های شمال افغانستان در رسانه‌ها به نشر رسیده است و باشندگان بومی این ولایت‌ها و کشورهای هممرز با افغانستان نگران هستند. و گزارش دیگر این که کشته شدن دو طالب در درگیری در فرماندهی امنیتی طالبان در هلمند. منابع میگویند که بعد از چاشت دیروز بر اثر درگیری یک زندانی با جنگجویان طالبان در داخل فرماندهی امنیتی طالبان در هلمند، دو جنگجوی طالب کشته و سه جنگجوی دیگری آنها زخمی شدند. بر روایت منابع، این زندانی که برای تحقیقات با آمر جنایی فرماندهی ولایت هلمند در حال انتقال بود، با گرفتن اسلحه یک طالب با جنگجوی این گروه درگیر شده است. منابع افزوده است که فرد شلیک کننده نیز با شلیک طالبان کشته می شود. مسئولان محلی طالبان در هلمند تا کنون درباره این رویداد دیدگاهشان را بیان نکرده است. و گزارش دیگر این که طالبان در غور بازار تفنگ از مردم خیرات جمع آوری می کنند. منابع محلی در ولایت غور می گویند که طالبان در این ولایت تحت نام صدقات مردمی به هدف ساخت شاهراه غور هرات از مردم پول جمع آوری می کند. منابع روز پنجشنبه یک سرطان به روزنامه 8 صبح گزارش داده است که افراد طالبان برای بار دوم از خانواده ها در این ولایت به زور تفنگ روند جمع آوری پول را آغاز کرده است.
با این حال یک دکاندار در ولسوالی لعل و سرجنگل غور میگوید که طالبان او را مجبور کردند تا برای بار چهارم به هدف ساخت جاده غور هرات پول بپردازد. و این میافزاید که جنگجویان طالبان این بار از هر دکاندار مبلغ 500 افغانی یا بیشتر از آن پول جمع آوری میکند. در همین حال شمار از باشندگان این ولایت که از خوشحالی و نبود کار رنج میبرند، این کار طالبان را باجگیری و ظلم آشکار عنوان کردند. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد سه خبر مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.